گوکش دوماراجو، معروف به گوکش دی، بعد از سی و سال به پادشاهی آناند در شطرنج هندوستان خاتمه میده. ویشی آناند، ویشوانتان آناند، سی و سال بهترین بازیکن شطرنج هندوستان بوده تا به همین دیروز. و از سال 1986 بهترین شطرنج باز هنده، اما امروز شطرنج هند یک پادشاه جدید داره گوکش دوماراجو گوکش در اولین بازی خودش و بردن اون بازی در جام جهانی شطرنج به ویشوانتان آناند خیلی نزدیک شد و فقط 6 دهم ریتینگ اختلاف داشت اما امروز بازی دوم راند دوم و پیروزی گوکشتی این اختلاف جزئی رو هم از بین میبره و امروز گوکش ریتینگ 2756 داره و ویشوانتان آنان ریتینگ 2754 و گوکش به نفر نهم جهان تبدیل میشه و ویشوانتان آنان پشت سر اون قرار میگیره و نفر دهم ده میشه بدون حرف اضافه بریم سراغ این بازی که نفر اول شطرنج هند رو جابجا جا میکنه چون گوکش با مهره سیاه بازی میکنه من سفر رو برگردوندم که از دید گوکش بازی رو ببینیم حریفش توی این بازی استاد بزرگ آذربایجانی میسرادین اسکندروف هستش و بازی رو با حرکت ای چهار آغاز کرده سی پنج دفاع سیلی سی از اف سه از سی شیش دی چهار پیاده رو زده پس گرفته از اف 6 همه اینا شاخه است اصب سی سه و ای پنج حمله به اسب اسب رو گذاشته خونه دی 5 و اگر اینجا سیاه حواستش نباشه اسب رو میخواد بذاره خونه دی شیش و مثلا بذارید ببینیم اسب رو میخواد بذاره دی شیش و بعد وزیر رو میخواد وارد بازی کنه اجازه نده شاه گسترش پیدا کنه اما بریم سراغ این بازی قطعا گوکش این شاخه ها رو بلد پیاده رو گذاشته دی شیش و الان با دو زور داره از پیاده دفاع میشه اسب به خونه D4 اومده اسب ها تعویض شدن به اسب حمله شده اسب رو کامل برگردوند عقب بعدا میخواد از طریق خونه d ه اسب رو گسترش بده آ 4 و فیل e فیل D2 و قلعه از طرف گوکش A5 و A6 اسب اس چرا حالا اسب به خونه ای اه... چرا اسب به خونه یه سیسه برنگشته به خاطر اینکه این اسب رو میخواد بذاره سی چهار فیل رو بذاره بی 4 و فشار رو به این پیاده توی بازی وارد کنه همینطور اسب میتونه نیم نگاهی هم به خونه B6 داشته باشه که میتونه خونه مناسبی برای اسب باشه فیل F5 فیل رو گسترش داده اسب C4 اسب D7 و فیل B4 ببینید پیاده زیر ضربه اما اینجا گوکش رخ رو میذاره خونه سی هشت و از پیاده خودش دفاع نکرده اینجا وزیر سی هفت هم حرکت خوبی بوده فشار به اسب وارد میکنه از پیاده دفاع میکنه اما رخ رو گذاشته سی هشت و سفید نمیتونه رو پیاده رو توی بازی بزنه تصور کنید اگر بخواد با فیل اینجا پیاده رو بزنه چه اتفاقی میفته اینجا رخ در اسب میتونه بازی کنه و اگر که فیل رخ رو بزنه اینجا فیل رو توی بازی از دست میده در ازای یک رخ و یک پیاده یک اسب و یک فیل به دست آورده توی بازی و اینجا پوزیسیون کاملا به نفع سیاه مهره های سیاه خیلی فعالا امنیت شاه برقرار شده این پیاده ضعیفه توی بازی اما بذارید برگردیم عقبتر توی این لحظه اگر که فیل نخواد رخ رو بزنه چی؟ اگر اینجا فیل بزنه فیل رو بزنه و به وزیر حمله میکنه به امید اینکه وزیر فیل رو بزنه و بعد رخ رو توی بازی بگیره اما اینجا حرکت رخ ای چهار کیش وجود داره بعد از که از کیش جلو گیری کرد یک مهره کامل سیاه توی بازی جلو میفته پس این شاخه هم نشده اگر با اسب بزنه چه اتفاقی میفته؟ اگر با اسب بزنه وزیر سی هفت حرکت قویه میتونه بره سراغ فیل چون اینجا الان اسب زیر ضربه دیگه و اگر اسب جا, به جا بشه این فیل توی بازی از دست میره اسب اینجا اگر که فیل رو بزنه حالا فیل بی چهار کیش اگر که دفاع کنه فیل در پیاده اینجا تعویز صورت میگیره کیش اگر با وزیر بخواد جلوگیری کنه که رخ توی بازی از دست میره مجبور شاه رو بذار ایدو اما وزیر بیدو کیش شاه باید برگرده و اینجا جاییه که رخ رو هم سیاه وارد بازی میکنه و اگر مثلا بخواد فیل دیسه بازی کنه به رخ حمله کنه آماده کنه که قلعه بره توی بازی حالا وزیر سیسه کیش حرکت خیلی قویه و اینجا شاه فقط میتونه به خونه F1 بره توی بازی و با حرکت رخ دید و میبینید که مهره های سفید توی بازی از هم جدا شدن و توی حرکت بعدی مهم نیست که این وزیر کجا میره اینجا فیل توی بازی از دست میره امنیت شاه خیلی بده و این رخ به راحتی نمیتونه وارد بازی بشه اما بریم سراغ بازی پس توجیهی نداره که اینجا پیاده رو توی بازی بزنه سفید ببینیم چه اتفاقی افتاده پیاده رو هم نزده رخ رو گذاشته سی هشت سیا و فیل ای دو بازی کرده آماده میشه که قلعه بره فیل رو گذاشته جی شیش و قلعه رفته اسب فعال شده رخ رو فعال کرده و حرکت اف پنج حرکت خیلی خوب اسب بی شیش حمله به رخ رخ جابجا شده و توی این لحظه فیل اسب رو زده که حرکت خوبی هم هست مثلا حرکات دیگه هم اینجا بوده فیل اچ 5 حرکت قوی بوده که این فیل رو توی بازی از بین ببره حرکت روخ به خونه سیسه حرکت خوبی بوده که میتونسته فشار رو بیشتر کنه تصمیم گرفته که اینجا اسف رو بزنه که با چند تا تمپ هم همراه هست دیگه اینجا فیل که از دست میره با پیاده به رخ نشسته رخ برگشته و حرکت سی چهار رو هم انجام داده و میبینید که پیاده های خودش رو به خوبی توی جناه وزیر داره سفید میرونه و اینجا سیاه حرکات خوب داره مثلا حرکت F4 داره حرکت E4 داره که حرکات خوبی توی این لحظه اما کدومش بهتره که, که سیاه انجام بده اگر که سیاه بخواد F4 کنه فیل میتونه بیاد G4 و بعد توی خونه E6 مستقر شه که خونه خوبی برای فیله حتی اگر این اتفاق هم نیفته بعد از حرکت F3 پیاده ها کامل توی بازی بلاک شدن و پیشروی نمیتونن الان انجام بدن اما گوکش دی حرکت بهتر رو انجام داده ای 4 حرکت بهتریه توی وضعیت و حرکت اف 4 از طرف سفید بازی شده آنپاسان با فیل پس گرفته و فیل اف 6 این فیل میخواد بیاد ای 5 که خونه قوی قطر خوبی رو هم توی بازی الان زیر نظر گرفته شاه اومده h1 توی قطر فیل قرار نگیره در آینده و فیل e5 رخ e1 گسترش رخ و اینجا حرکت وزیر h4 به نظر حرکت خوبی میاد توی وضعیت اما یه سری مشکل برای سیاه به وجود میاد اینجا اگر که سیاه وزیر رو بخواد بذاره h4 تهدید ماتی به وجود بیاره چه اتفاقی میفته اینجا سفید میتونه رخ در فیل بازی کنه حرکت خیلی قویه برای سفید یک تفاوت عقب میفته اما دی شیش حرکت بسیار خوب اینجا میتونه سیاه رخ رو بذاره دی هشت و اگر پیاده بخواد بزنه وزیر از دست میره اگر فکر میکنید توی حرکت بعد پیاده وزیر میشه سخت در اشتباهید بذارید ببینیم اینجا باید فیل پس بگیره توی حرکت بعدی سفید مات میشه اصلا به اونجاها کارت کشیده نمیشه و پس نمیتونه بزنه اما چیکار میتونه بکنه فیل دی پنج کیش حالا دیگه این رخ نمیتونه بره سراغ وزیر توی بازی و اینجا بهترین حرکت همینه که رخ رو بذاره اف هفت که حداقل یک فیل در ازای رخ بتونه بگیره اما دی هفت حرکت خیلی قوی شاه جا به جا بشه اینجا رخ توی بازی از دست میره پس میگیره و در نهایت این سفیده که یک پیاده رونده داره توی بازی پس دیدیم فعلا و از وزیر چهار با یه سری مشکلات همراهه و گوکش دی به خوبی این مسئله رو توی بازی دیده رخ رو گذاشته F7 و دیگه اینجا مثلا حرکت رخ در فیل وجود نداره پس بگیرید بخواید دیسه بازی کنید حالا اینجا دیگه ای چهار فیل رو توی بازی میکشید و فیل فعلا نمیتونه به بازی برگرده پس اینجا دیگه اون اتفاق نمیفته و واقعا بازیکن فوق العاده گوکش و محاسبه همه این حرکات واقعا کار سختیه این که میبینید من اینجا نشستم سری دارم شاخه ها رو بهتون نشون میدم من اینجا پام انداختم رو پام یه انجین روشن کردم و دارم طبق انجین شاخه ها رو بهتون نشون میدم اما اونقدر رو هم راحت نیست که روی صفحه شطرنج دارید میبینید بازیکن باید همه ی حرکات رو با دقت خیلی بالا بررسی کنه تا توی شاخه هایی که بررسی میکنه به مشکل نخوره اجازه بدید بریم سراغ ادامه بازی سفید اون یکی رخش رو هم توی بازی فعال کرده و حرکت آروم اما بسیار قوی فیل اف 4 از طرف گوکش بازی شده حمله به رخ توی بازی و اینجا بخواد رخ رو نجات بده مثلا رخ رو باید بذاره ایشیش حالا دیگه وزیر ای چهار حرکت قویه توی وضعیت اگر هم که فکر میکنید رخ رو بذاره ای دو اینجا باز هم وزیر ای چهار حرکت قویه پس بذارید این شاخه رو بهتون نشون بدم رخ ایشیش وزیر ای چهار حرکت اچ باید بازیش از تهدید جلوگیری کنه حالا اینجا حرکت رخ هفت حرکت خیلی قویه میدونید چرا به خاطر اینکه فیل رو میخواد بذاره خونه F7 و به این رخ توی بازی حمله کنه رخ اگر برگرده اون موقع این دیگه تهدید ماتیه اما الان تهدید ماتی نیست به عنوان مثال بذارید دیگه حرکت رندوم اینجا انجام بدم این حرکت باعث مات نمیشه چون شاه میتونه فرار کنه حرکت شاه جی یک رو بازی کنه و میبینید فرار کنه اما اگر که اینجا فیل به خونه اف بیاد رخ نخواد از دست بره رخ رو بعد فقط بذاره ای 2 چون بقیه خونه ها توی بازی دارن کنترل میشن پس اینجا مشکل به وجود میاد برای سفید و اگر رخ رو بذاره ای دو دیگه این شاه به راحتی نمیتونه توی بازی فرار کنه امیدوارم خوب توضیح داده باشم خب بریم سراغ بازی وزیر دی چهار بازی کرده اینجا یک تفاوت اومده بده به خاطر اینکه بهتون نشون دادم این رخ از دست هم میرفت توی بازی اینجا تفاوت رو داده و حرکت F4 حمله به وزیر وزیر جابجا جا شده فیل به وزیر نشسته وزیر رفته خونه ایدو وزیر H4 و شاه رو گذاشته G1 این اسب رو توی بازی ببینید این اسب فعلا نمیتونه به بازی اضافه بشه میدونید چرا چون سه تا حرکت باید صرف کنه تا وارد بازی شه اسب باید بره خونه آ4 بعد بره خونه سیسه و بعد حالا اگر میخواد میتونه وارد بازی شه و سفید وقت کافی برای این اتفاق رو نداره و فعلا عملا این سوار سوار آفسایده و فعلا نمیتونه وارد بازی شه این پیاده هم به خوبی کل جناه وزیر رو پیاده های جناه وزیر رو توی بازی قفل کرده وزیر به خونه افشیش اومده وزیر دیده به پیاده حمله شده و رخ ای هفت رخ ها تعویز شدن پیاده زیر ضربه اما نمیتونه پیاده رو بزنه مات در یک حرکت و اینجا نزده هم حرکت سی پنج رو انجام داده میخواد یه رونده تو جناب وزیر ایجاد کنه پیاده رو زده پس نمیگیره که وزیر بزنه کیش بده اول حرکت دیشیش رو انجام داده حمله به وزیر اما گوکش دی اینجا حرکت خیلی خوب داره وزیر ایسه کیش پیشنهاد تعویز وزیرها هم روی بازی اجباریه توی این لحظه و خب اینجا میتونه پیاده رو بزنه و به نظر میاد یک رونده درست کرده اما سیاه هم یک رونده داره و از همه مهمتر در ازای این اسب یک رخ داره سیاه که همین باعث برتریش میشه توی بازی و توی این لحظه گوکش دی یک حرکت فوقالعاده جذاب رو انجام میده حرکت فیل ای چهار بازی کرده که حرکت خیلی جذابیه اگر فیل اینجا فیل سیاه رو بزنه حالا حرکت ای 2 هیچ جوره نمیتونه از وزیر شدن پیاده جلوگیری کنه و به نوبه خودش خیلی جذابه فیل رفته جی 4 اینجا فیل رو گذاشته خونه دیسه تهدید مات در یک حرکت فیل رو برگردونده ستون فیل رخ رو, رو بسته توی بازی فیل ای چار مجدد فیل رو جابجا جا کرده و به تصاوی هم سفید قانه اما شاه اف هفت از طرف گوکش بازی شده اسب به پیاده حمله کرده اما شاه رو فعال کرده از خیر پیاده گذشته توی بازی پیاده رو از دست داده همچنان شاه رو داره توی بازی تکون میده و میبینید شاه سیاهه که خیلی فعال الان توی بازی و شاه سفید نمیتونه فعالیت کنه به خاطر اینکه ستون بسته است و اسب رو گذاشته سی چهار کیش داده شاه به اسب حمله کرده اسب رو گذاشته خونه بیشیش و اینجا گوکش دی باید مراقب باشه که این پیاده فعلا رایگان نیست به خاطر حرکت اسب دی هفت چنگال شاه و رخ توی بازی و این پیاده رو هم میتونه بزنه رخ رو از دست میده اما وضعیتی که کاملا برنده بود الان فقط باید تلاش کنه که سیاه بتونه مساوی بگیره برگردیم توی این لحظه گوکشتی حرکت فیل سی شیش رو بازی کرده از تمامی تهدیدها توی بازی جلوگیری کرده توی حرکت بعد پیاده داره میره حرکت بعدی این پیاده میره اگر بخواد برونه هیچ وقت نمیتونه وزیر شه و تهدیدات دیگه هم وجود داره فیل بی پنج تهدیده و از این جور تهدید ها دیگه و توی این لحظه میسرادین اسکندروف از بازی انصراف داده و این میتونه آغاز میراس گوکشدی توی شطرنج هندوستان باشه به نظرتون چقدر میتونه این عنوان رو حفظ کنه آناند میتونه برگرده یا نه امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید و اگر از ویدیو خوشتون اومد لایکش کنید اگر به شطرنج علاقه مندید کانال من رو سابسکرایب کنید تا جامعه شطرنجیمون گسترده شه. من کیانم و توی ویدیو بعدی میبینمتون.